درود بر شما هموطنان گرامی به آوای ایران خوش آمدید در این بسته خبری با یک موضوع بسیار مهم با شما هستیم توصیه می کنم این بسته خبری رو تا انتها تماشا کنید عرق سرد بر پیشانی دیکتاتور نشست جلسه اضطراری مقامات امنیتی با ویدیوهایی که دنیا را بر سر خامنه ای کوفت در ادامه با جزئیات این خبر همراه آوای ایران باشید شریف ایران نوید افکاری عرق سرد بر پیشانی دیکتاتور نشست جلسه اضطراری مقامات امنیتی و ویدیوهایی که دنیا را بر سر خامنه ای خراب کرد در حالی که ساعتی قبل یک منبع مطلع از برگزاری جلسه استراری استانداران، فرمانداران، رئیس کل نیروی انتظامی، فرماندهان یگان ویژه، فرماندهان ارشد بسیج و افسرانی از اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای مهار فراخانهای اعلامی و مدیریت روزهای منتهی به اربعین و کمبود نیرو برای سرکوب خبر می دهد، ساعت قبل انتشار یک ویدیو از خفت و خاری گندگوی منطقه علی خامنه ای و نیروهایش را به شدت به حراس انداخت. این ویدیو در ادامه تقدیم شما عزیزان می شود اما این منبع موثق درباره این جلسه افزوده است. موضوع جلسه مهار اعتراضات احتمالی قبل از شروع آن بوده است. نهادهای امنیتی به دلیل کمبود نیرو در برخی کلان شهرها از جمله تبریز بیم آن را دارند که این شهر به ویژه تبریز در صورتی که جرقه اعتراضات زدی شود چند ساعتی سقوط خواهند کرد این منبع اطلاعاتی افزوده احتمال سقوط تبریز از سوی افسر ارشد اطلاعاتی این شهرستان در این جلسه مطرح شده است و گفتند که در صورتی که در تبریز اعتراضات صورت بگیرد به احتمال زیاد فراخوانهای بعدی صادر شده و متصل خواهند شد به 25 شهریور و برای مابقی شهرها روحی دهنده خواهد شد و امنیت کل کشور به شدت به خطر خواهد افتاد تصمیم و خروجی نهایی این جلسه آماده باشه کلیه عناصر میدانی اطلاعات بسیج یگان ویژه و نیروی انتظامی بوده است اما مسئله این است که ریزش های وحشتناک در بدنه نیروهای حامی حکومت مانند پتکی بر سر رژیم فرود آمده و چالش بزرگ دیگری را پیش روی آنها قرار داده است یک کاربر با انتشار این ویدیو به تمسخر نوشت امیدوارم از این ویدیویی که در ادامه خواهید دید و حضور میلیونی بسیجیان جان برکف کمرتون رگ نشه دوستان. <applause> یک کانال خبری در تلگرام نیز با انتشار این ویدیو نوشت. کوه نه تپه خامنه ای موش زایید چند نفر چماقدار میخواستند تظاهرات علیه بدهجابی راه بیندازند نتیجهش را ببینید چقدر به خاری افتادند حتی نمیتوانند صد نفر را جمع کنند این است حکومت نامشروب چنگ در چنگ زدن با زنان آزاده به خاطر هجاب نیست به خاطر این است که پیشتاز در قیام هستند این ویدیو نه تنها با واکنش کاربران بلکه با واکنش صفحات و کانال های حامی حکومت نیز روبرو شد. کانال تلگرام تلگرامی خبررسانه شبکه یک که با انتشار این ویدیو در متنی سراسر وحشت بر تکان دهنده بودن این ویدیو برای حامیان حکومت تاکید کرد و از قریب الوقوع بودن آینده شوم حکومت و حامیانش نوشت مطلبی که بر دار بودن و تنز ماجرای این ویدیو افزود این متن پست کانال خبررسان شبکه یک درباره این ویدیو است که از بزرگترین کابوس رژیم یعنی تسخیر ساختمان‌های حکومتی به دست مردم نیز پرده برد. داشت اتفاقی که رژیم هر روز با وحشت بسیاری به آن فکر می کند کجا رفتند آن بسیجی های چفیه برگردن که هر جا آقا می گفت حاضر و جان برکف بودند؟ پس از چند روز فراخان قبلی و تلاش و هزینه زیاد از سوی نهاد بسیج که به توصیه و فرمان رهبری قرار بود امروز تظاهراتی علیه بدهجابی در تهران راه بیندازند، متاسفانه تنها نه نفر حاضر شدند. سحنه ای که هر دل نظام را نه فقط سرفکنده بلکه دچار حراس از آینده نچندان دور نظام اسلامی می کند. صحنه دردناک امروز پرده از وضعیت نیروی بسیج برداشت. نیرویی که تنها زامن مقابله با اختشاشات پیش روست اکنون حتی یارای جمع کردن چند صد نفر که هیچ حتی چند ده نفر را هم ندارد آن هم نه در برابر کوکتل و گلوله اختشاشگران حتی برای یک تظاهرات یک ساعته و شعار دادن خالی اگر فردا دوباره منافقین و اختشاشگران به خیابان ها بیایند که همه برآوردها نشان می دهد به زودی این اتفاق شوم میافتد حتی همین نه نفر کف خیابان برای مقابله حاضر میشوند کجا رفت آن اراده همت ها و باکری ها و حاج قاسم هر روز خبری دردناک از درون سپاه و بسیج یک, یک روز آبروریزی فرمانده ارشاد یک استان اما خود تا گردن در لوات غرق بود هر روز خبر از خالی بودن پایگاه های بسیج و هر بار خبر از شهادت نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج با گلوله اقتشاشگران. آیا حق ندارد در هر سخنرانی مانند همین روزها پیاپی پی نسبت به خطر ریزش و ناامیدی و نفوذ دشمن تذکر دهد آخریشان این وضعیت را میبینند و داغ دلشان از فردا روز که آشوبگران در خیابان در حال تسخیر ساختمان های تازه است فردا روزی که نظام الهی معلوم نیست با کدام نیروی جان برکف باید در برابر حمله مسلحانه منافقین و آشوبگران بیستد و امانت امام را حفظ و حراست کند به خداییم ریزش های درونی بدنی رژیم تا آنجا رسیده که طبق اخبار جدید دریافتی بسیاری از بسیجی هایی که حکومت با هزینه های گذاف آنها را راهی راه های حکومتی اربعین کرده بود با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از تغییر مسیر و مقصد سفر خود خبر داده اند. طبق گزارش ها شماری از مسافرین و زائرینی که برای شرکت در مراسم اربعین در مسیر کربلا و نجف بودند از مرز باشماق وارد کردستان عراق شدند. وقتی طبیعت زیبا و آزادی و زندگی لوکس آن منطقه را دیدن دیگر قید رفتن به عراق را زده و برای یک مسافرت و اقامت چند روزه در اربیل و سلیمانیه برنامه ریزی کردند برای رفتن به سمت بغداد و نجف و کربلا و دیگر شهرهای بخش مرکزی عراق باید به شهرهای اربیل و سلیمانیه رفته و در آنجا سوار ماشین شوند که برخی از این مسافران وقتی وارد اقلیم کردستان شدهاند برنامه سفرشان را تغییر داده و قرار گذاشتند چند روزی در اربیل و سلیمانیه اقامت داشته و به تفریح بپردازند. ببین اینا بول ما عراق نیست بول ایران نیست به جیب اینا به سلت اشغال سلت اشغال سل صد اشغال اینا دارد ببین نگاه کن بابیلو. احترام نداره اینا همین اینا شیش ایران رفته سلت اشغال عراقی ها اینا 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 شیش دینار ولی بولا

اما ویدیوی دوم که عرق سرد بر پیشانی خامنه ای نشاند اعلام حمایت علنی بازیگر مشهور و داور مسابقه حکومتی اصر جدید یکی از پرخاشترین و بزرگترین برنامه های تلویزیونی حکومتی در سالهای اخیر از نافرمانی مدنی زنان ایرانی و هجاب اختیاری بود. رویان و نحالی بازیگر سینما و تئاتر روز شنبه 11 شهریور بدون داشتن هجاب در مراسم بزرگداشت ایران درودی در خانه هن هنرمندان حضور یافت در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام سینما هنر منتشر شده رویا نهادی بدون روسری و در حال خواندن متنی در گرامی داشته ایران درودی نقاش سرشناس دیده می شود ایران بهتر از هر کسی از ایرانی که بود و می و میتوانست باشد نشان بجا گذاشته است و مناسب باشد هر وقت محترم که دست حد باز بخوانیمش بشنویمش تماشایش کنید به قرار خانش نقض و زربان آرام و ملتحب فاصلی که از میان برداشت داستان او دعوت سزاوارانه این فکر را داشت زندگی هست خوش به حالش فرصت مختنامی بود این مراسم که با نام شب ایران درودی بود در خانه هنرمندان برگزار شده است. رویا حالی از داوران مسابقه تلویزیونی عصر جدید بود که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد. در پی اعتراضات سراسری سال گذشته به کشته شدن محسا امینی، شماره قابل توجهی از هنرمندان به نشانه حمایت از معترضان روسری از سر برداشتند. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام برخی از هنرپیشه های مخالف حجاب را بازداشت یا احضار و بازجویی کرده و برخی دیگر را هم به احکام قضایی محکوم کردند تشکیل پرونده قضایی برای افرادی از جمله ترانه علی دوستی مرزی برومند کتایون ریاهی شقایق دهقان فاطمه معتمداریا هنگامه قاضیانی و باران کوسری نمونه های از فشارهای قضایی و امنیتی بر بازیگران معترض به شمار میرود افسانه بایگان و سمت هم از جمله بازیگرانی هستند که به اتهام خودداری از داشتن پوشش اجباری با احکام میزی همچون مراجعه اجباری به روانشناس محکوم شدند. در ارتباط با ریزش های گسترده و از بین رفتن پایگاه حامیان رژیم روز گذشته، 300 سی فعال سیاسی ایران نیز با انتشار یک بیانیه از ترک های وارده به قدرت که باعث ریزش های جدید از درون شده گفتند و نوشتند از خیزش جوانان در جستجوی آزادی و برابری و به ویژه مقاومت زنان دالتجو و آزادی خواه حمایت می و خود را موظف به همراهی و پشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملت ایران می دانیم. بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده در داخل ایران به مناسبت سالگرد قتل حکومتی محسا امینی با صدور بیانی ای از خیزش جوانان در جستجوی آزادی و برابری و به ویژه مقاومت زنان عدالتجو و آزادی خواه حمایت کرده و اعلام کردند خود را موظف به همراهی و پشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملت ایران می‌دانیم. در این اطلاعیه تاکید شده که ساختار استبداد دینی هم بنیانهای ملی ما را لرزان می کند و هم مسیر تحولات آینده را از خیزش و جنبش به سمت شورش سوق خواهد داد. از این رو تغییر ساختار و همه پرسی برای تحقق حاکمیت برخواسته از رأی و اراده ملت حقی است که همچنان بر آن پای می فشاریم تا مباد بیش از این به ایران آسیب رسد. مهدی نصیری، ابوالفضل قدیانی، رحیم قمیشی، نظام دین قهاری، فخر و سادات محتشمی پور، عبدالله مؤمنی، عبدالله ناصری، صدیقه بسمقی، اکبر دانش سرارودی، ناصر دانشفر، علی رزا رجایی، ایسا سهرخیز، پروانه سلحشوری، احسان شریعتی، کیوان سمیمی و حاشم آقا جری از جمله امضا کنندگان هستند. امضا کنندگان بیانیه خواهان همگرایی میان همه اجزای جامعه مدنی و سامانیافتگی منابع و ظرفیت نسلها و سرمایه های ملی شدند، برخوردار از انباشت علم و عمل، اما سنفی و سیاسی و اجتماعی گامهای جدی برداریم. همچنین در این بیانیه با اشاره به بحران‌های متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و شکست شدن اقتدار حکومت گفته شده، اعتراض اخشار ملت جمعش های مستمر را نیز به صحنه آورده و تکان‌ها و ترک‌هایی به اریکه قدرت وارد کرده. ترک‌های وارد این بار شکاف‌های بس عمیق‌تر در نظام سیاسی ایجاد کرد و موجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدی از درون شد. از همراهی شما تا پایان این برنامه خبری سپاس گذاریم و دعوت می کنیم ضمن لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون تیم خبری ما رو در گسترش آگاهی برای ساختن آینده روشن برای ایران عزیزمون یاری کنید و همچنین پیگیر بخش های بعدی خبر از کانال ما باشید. روز خوش و خدا نگهدار.